خب همونطور که میبینید من لایه های فایر، وینگ و شاتل و بکگراند رو اینجا دارم. روی لایه وینگ یا بالا کلیک میکنم، یه مقدار زوم میکنم و کلید ایگرگ رو روی کیبورد فشار میدم، کنترل رو پایین نگه میدارم و انکر پوینت اون رو دقیقا میارم به وسط. یه مقدار جابجاش بکنیم، وسط صفحه و وسط این شاتل قرار میگیره. اون رو انتخاب میکنم، روش راست کلیک، Create Shapes from Vector Layer رو انتخاب میکنم، Enter و اسم اون رو تغییر میدم به Wing 1. کلید Ctrl K رو روی کیبورد فشار میدم، Composition Setting باز میشه، قسمت 3D Render و مطمئن میشم که Renderer روی Cinema 4D قرار داره. اوکی میکنم. از این قسمت روی Wing 1 کلیک میکنم و تیک سبودی اون رو فعال میکنم، باز میکنیم و تنظیمات جیومتری فعال شده. حالا اونم باز میکنم و Extrusion Depth رو روی 15 قرار میدم. تو قسمت Content گروپ 1 روش کلیک میکنم و از این مثلث کوچیک قسمت Side روی Color کلیک میکنم. رنگ اون رو هم با این قطره چکمه از قسمت قرمز تیره این بالا استفاده میکنم. کلید R رو روی کیبورد فشار میدم و روی Y Rotation یه دونه استاپ واچ میذارم، روی تایملاین نزدیک میام و روی ثانیه 1 روتیشن Y اون رو به 1 تغییر میدم. کلید Alt رو پایین نگه میدارم و روی استاپ واچش کلیک میکنم تا قسمت Expression باز بشه و اونجا دستور لوپ اوت رو برای اون تایپ میکنم. حالا این به صورت دائمی در حال چرخش هست، ازش داپلیکیت میگیرم. کنترل دی 1 و 2، روی هر دوتا اینها کلید آر رو میزنم و قسمت اورینتیشن روی ایگرگ، روی اولی 120 درجه آفست میدم و روی دومی 240 درجه. حالا سه تا باله داریم که در حال چرخش هستن. فایر و شاتل رو انتخاب میکنم، اونها رو به حالت سبودی در میارم. فایر رو انتخاب میکنم، از پلاگین اسکریپت موشن تو در واقع کمک میگیرم و انکر پوینت اون رو به بالای آتیش انتقال میدم. کلید اس رو فشار میدم، اسکیل اون برای من باز بشه. کلید آلت و کلیک رو استاپ واچ. حالا شروع میکنم به نوشتن اکسپرشن. اول باید بنویسیم ولیو داخل یه دونه براکت باز و بسته 0 و کاما فاصله مجددن، ولیو داخل دوتا براکت 1 و همینطور بعدی این هم 2. و حالا اینجا اول اون یه دونه براکت باز میکنم و در انتها یه دونه براکت هم کاملا میبندم. حالا میام و عدد اولی ولیو 0 رو 1 رو انتخاب میکنم و به جای اون یه دونه ویگل مینویسم، ویگل مثلا 20 و کاما و 50 برای ارتفاعش. حالا پلی میکنم و همونجور که میبینین در راستای محور ایگرگ این ویگل برای من اعمال شد. از قسمت Effects and Presets افکت Turbulence Displace رو سرچ میکنم، جستجو میکنم و روی فایر اعمال میکنم. روی قسمت Offset مجدداً Alt رو نگه میدارم و کلیک میکنم. از این قسمت این پیک ویب رو برمیدارم و روی پارامترهای خودش میارم تا این اکسپرشن برای من نوشته بشه. روی پارامتر X اون اکسپرشن تایم ضرب در 4000 رو تایپ میکنیم.
حالا وقتی پلی میکنیم این افکت برای آتیش من درست شده. در نهایت پس من اینجا دوتا افکت برای خودم ساختم. همه اینها رو انتخاب میکنم، مجددا از اسکریپت موشن تو کمک میگیریم، یه دونه نال آبجکت متصل میکنیم همه رو و اسم اون رو میذارم شاتل کنترلر. کلید P رو فشار میدم و از این قسمت روی Alt، روی پوزیشن اون کلید Alt رو نگه میدارم و کلیک میکنم. یه ویگل هم اینجا برای پوزیشن باید بنویسم که مقدار اون رو توی فضا حرکت بدم، مثلا 4 بار و 50. حالا انیمیت هم ذره ذره داره کامل میشه. فقط مونده خطوط سرعت من. یه دونه سالید جدید ایجاد میکنیم، مطمئن میشیم که سایزش اندازه سایز کامپوزیشن هست، رنگش مهم نیست. از قسمت افکت ها فرکتال نویز رو انتخاب میکنم و روی لایه خودم قرار میدم. اسم اونم به اسپید لاینز تغییر میدم. حالا تنظیمات بالا کنتراست اون رو یه مقدار زیاد میکنم و از این طرف برایتنس اون رو کم میکنم. قسمت ترانسفورم تیک یونیفورم رو بر میدارم، در راستای محور ایکس اون رو صفر میکنم و در راستای محور ایگرگ ارتفاعش رو زیاد میکنم، مثلا 3000-2000 فکر میکنم عدد خوبی باشه. روی آفست تربیولنس کلید آلت رو نگه میدارم و روی استاپ واچش کلیک میکنم تا قسمت اکسپرشن برای من باز بشه. مجددا پیک ویب رو استفاده میکنم، روی پارامترهای خودش میام و میخوام در راستای ایگرگ این برای من جابجا بشه، پس با گزینه دومی کار دارم. مجددا دستور تایم ضرب در 8000 رو براش تایپ میکنم. حالا به انیمیشنم نگاه میکنم، حرکتش کاملا منطقی. تنها کاری که باید بکنم از قسمت مود اون رو به اسکرین تغییر میدم. حالا پلی میکنم تا انیمیشن خودم رو ببینم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. خدا نگهدار.